أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن ردنديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من کان فی الضلاله فلیمدد له الرحمن مدا حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعه فسیعلمون من هو شر مکانا فأضعف جندا و یزید الله الذین اهتدوا هدا والباغیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا. چون سوره مبارک مریم در مکه نازل شد و در مکه هم شرک حاکم بود هم تکاثر و دین آمد شرک را تبدیل کرد به توحید و تکاثر را تبدیل کرد به کوثر. هم در مسائل جهانبینی فرمود شرک باطل است و توحید حق، هم در مسائل ارزشی فرمود تکاثر شر است و کوثر خیر. این دو مشکل، مشکل رسمی مشرکین حجاز بود. الیوم هم هر دو مشکل شما می‌بینید در جهان، مخصوصا تو بخش غرب هست. بخشای مربوط به توحید و وحی و نبوت را در چند آیه بیان کردم، اما اون چه که مربوط به مسائل ارزشی است، به خیر و شر، سعادت و شقاوت، کمال و نقص، سعادت و امثال ذالک برمی‌گردد، در این آیه مطرح است. اونها به صورت یک قیاس استثنایی میگفتن به این که اگر اسلام حق است وضع مسلمین باید بهتر از این میشد، چون وضع مسلمین این طور نیست پس اسلام حق نیست. این یک قیاس استثنایی. و قیاس استثنایی دیگر این بود که اگر کفر باطل باشد، کفار باید در ذلت و فلاکت و فقر و افلاس باشند، چون این چنین نیستن معلوم شه کفر باطل نیست. الیوم هم احتجاج خیلی ها همینه. به صورت قیاس استثنایی میگن اگر اسلام حق بود مسلمان ها پیشرفت میکردن، چون پیشرفت نکردن معلوم شه اسلام حق نیست. و اگر کفر باطل بود کفار پیشرفت نمیکردن، لیکن چون پیشرفت کردن معلوم میشه کفر باطل نیست. این مغالطه را قرآن کریم تبیین کرد، تحلیل کرد، جوابش داد. فرمود معیار خیر و شر این نیست که شما میگویید. یه چند روزی انسان مسافر است، بعد یه ابدیتی در پیش دارد. در روز حساب معلوم میشود که خیر چی بود، شر چی بود، سعادت با کیست، شقاوت با کیست و مانند دو. این یک. الان که وقت حساب نیست، الان تو که صحنه امتحانه. ثانیاً آنچه را که شما میگویید منشأ خیر است، دیگران پیش از شما یک، بیش از شما دو، اینا را داشتن، ما اینا را خاک کردیم. این فسیرو فی الارض کیف کان عاقبت کذا و کذا همینه. فرمود قبل از شما کسانی بودن که به مراتب بیش از شما داشتن و شما یک دهم امکانات اونها رو نداشتید. یک. یه قدی جلوتر برید کسانی بودن که تا کنون مثل اینها نیامده. این دو. شما اگه تجربه تاریخی، آثار باستانی، میراث فرهنگی رو مطالعه کنید ببین همین ما همه اینا رو خاک کردیم. اگر چونچه اینها معیار کمال و سعادت بود خب برای اونها بود دیگه. لذا این آیات میشه بیان. بیان یعنی آفتابی، روشن، که مطالب نظری با این بیان میشه مبین. حرف انسان یا باید بیان باشه یا مبین، یعنی یا خودش باید روشن باشه
یا اگر تاریک است به وسیله برهان بشه مبین. این که میگن حرفی که نه مبین است نه مبین قابل گوش دادن نیست، سرش همینه. در اینجا فرمود آیات ما بیان و شفاف و روشنه. تو مسائل دانشی، مسائل اعتقادی، اونجا که به بود و نبود و هست و نیست، یعنی جهان بینی برمیگرده، ما برهان نگاه میکردیم. اونجا که به باید و نباید و خیر و شر و مسائل ارزشی است، همین حرف اینه. اونها استدلالشون به صورت قیاس استثنایی بود. میگفتن لو کان خیرن ما سبق اونا اله. در بخشی از آیات استدلالشون این بود که اگر این خیر بود مسلمان ها پیشی نمی گرفتن، لیکن چون اگر خیر بود ما برنده می شدیم. ذات اقدس اعلام فرمود خیر و شر رو ما باید تعیین کنیم. در همین آیه محل بحث فرمود به این که آیه 76 همین سوره و الباقیات و صالحات و خیرون. مشکل شما این است که شما مرگ را پوسیدن می دونید، ما مرگ را از پوست به در آمدن می دونید. شما خیال میکنید پایان خط قبر است، ما میگیم آغاز هجرت به میلاد جدید قبر است. شما تنگ نظری دیدتون تا قبر است، ما بلند نظریم دیدمون تا ابد است. ما هنوز تو راهیم. اگر خیر و شر را بخواد بسنجید باید که به پایان امر بسنجید. شما هنوز تو آغاز راهی. اگر در یک مسابقه میخواد معلوم بشه که کی برنده است، تو همون دقیقه اول که معلوم نمیشه، دقیقه 90 معلوم میشه بالاخره. دو دقیقه یا سه دقیقه شما بازی رو شروع کردی، این که معیار نیست. اگر شما مسافرید کاده الی ربید کتن فی ملاقیه، پس امر بعد از مرگ روشن میشه. بر فرض هم تو همین دو سه دقیقه هم بخواد حساب بکنید، ما خیلی قوی تر و سرمایه دارتر و متکاثر تر از شما رو خاک کردیم. این دوتا جواب دارد. لذا فرمود و اذا تتلا علیهم علیهم، یعنی بر مردم مکه، آیاتنا بیناتن، آیات ما شفاف و روشنه. مگر انسان میمیره؟ مگر اندیشه میمیره؟ الان فکری که در ذهن شماست مگه مردنیه؟ اگر فکر نمی میرد شما نمی میرید، برای اینکه فکر وصف شماست. این قوانین علمی مگر مرگ بر می داره؟ مگر زمان و زمین بر می داره؟ مگر مکان و بومی بودن و غیر بومی بودن بر می داره؟ علم علم ثابته. اگر یه چیز ثابتی در جان شماست پس جان شما ثابته، چون وصف جان شماست. ممکن نیست وصف یه موجود مجرد نمیر باشد و موصوف یه موجود بمیر. خب از شما یه موجود ابدی هستی، تازه هم بازی شروع شده، مسابقه شروع شده. و بنابراین آیات ما بینه و اذا تتلا علیهم آیاتنا بیناتن در فضای مکه، اون وقت کفار به مؤمنین میگه ما بهتری، یعنی که ما سرمایه داریم شما فقیری. قال الذین کفروا در جواب استدلالهای ما، اینها به مؤمنین میگن، یه مناظری دارن، یه استدلالی دارن، یه محاجه متقابل دارن. قال الذین کفروا للذین آمنوا، میگن ای الفریقین خیر، و کدوم یکی از ماها بهتریم؟ هر کدام از ماها بهتریم حق ما ماست. بهتری رو هم تو تکاثر میدونن. قرآن آمده بهتری تو کوثر است نه تکاثر، چون کوثر این استدلال شما حقه، یعنی این روش منطقی شما حقه، که هر کسی خیر با اوست حقم با اوست. اما خیر تو کوثره نه تو تکاثر، بذاره این که میمونه به مزاحم کسی هم نیست. اونم که شما دارید تکاثر است، نه میمونه و نه ما میگذاریم شما ازش استفاده کنید. قال الذین کفروا، این در این مناظره کفار به مؤمنین میگن، ای الفریقین خیر مقاما، که مقام هم قرائت شده، و احسن و ندی، یا ندی یعنی مجلس، اونجایی که محفل شوراست میگن دار و ندوه.
ندو همون محفل خاص است، ندی مجلس خاص است. ما مجلس آرایی کردیم، محفل ما، منزل ما، فرشای ما، پشتی های ما، تشک های ما، پرده های ما بهتر از منزل شماست. اونگاه ذات اقدس اله دو تا جواب میداد. یکی این که ول باقیات و صالحات خیرون، شما گفتید ایل مقابل خیر، ایل فریقین خیرون، میگیم خیر در باقیات و صالحات است. یک، اما اینی که شما فعلا دارید این رو ما اصلا نمیذاریم بر شما بمونه، نه این که موندنی نیست. یه وقت است یه عالمی دارد موعظه میکند مؤمنین را، اونا که از راه حلال مال جمع کردن، بهشون موعظه میکند که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اگر بخواد به مقام برتر برسید باید از مال حلالی که فراهم کردید در راه خیر صرف بکنید، برای اینکه همه ما میمیریم. این یه چیز مقبول است در حد موعظه، طرفین قبول دارن که میمیرن. اما این آیه در اون صدد نیست که شما بالاخره میمیرید، مرد رو همه قبول دارن. فرمود به این که ما قبل از این که شما بمیرید شما رو میمیرانیم، قبل از این که از دستتون برود شما از دست بدید ما از دستتون میگیریم. به کم اهلکنا قبلهم من قرنن، جمعیتی که در یک جا موقع ترینم زندگی میکنن میگن قرن، همونطوری که زمان را میگن قرن، حالا 100 سال یا کمتر از 100 سال رو میگن قرن، امتها را میگن قرن، که امم گاهی از امم به قرون یاد میشود. فرمود کم اهلکنا قبلهم من قرن که اونها احسن و اساسن و رعیا. لوازم منزلی شما، این اساس و اساسه مثل حمام و حمامه، تمر و تمره، اون یکی جمع است یعنی اسم جمع است و یکی مفرد. اساس یعنی اون لوازم بیت، برخلاف اساس با سین یعنی پایه. پایه های دیوار رو میگن اساس با سین، اما لوازم منزلی رو میگن اساس با فا. فرمود فرش دیگران، پرده دیگران، پشتی دیگران، تشک دیگران، ظرف دیگران از شما گرانتر بود. ما این از بین بوده بیاک. محفل آرائی و منظر داشتن و چشمگیری اونا از شما بیشتر بود. اونا بیشتر از شما، بهتر از شما به چشم می افتادن، چشمگیرتر بودن. رعی یعنی منظر، یعنی چشمگیری. بنابراین رؤیت اونها که به چشم می آمدن از شما بیشتر بود، اساس اونها هم از شما بیشتر بود. این برهان را ذات اقدس اله به صورت جدل حق، جدال حق، هم تو مسائل ارزشی از نظر فرق بین تکاثر و کوثر ذکر می کند، هم تو مسائل سیاسی و اجتماعی در صور مختلف از همین مطلب یاد کرده است، اونتها با براهین گوناگون. در سوره مبارکه سبع فرمود به این که پیامبر را به این مردم، به مشرکین مکه بگو شما که وضع مالی تو اینجا نیست، کشور صنعتی است نه کشورهای دیگه، شما با دامداری و یه مقدار کشاورزی وضع مالیتون خوبه، شما که با اون صنایع آل فرعون امثال ذلک به اونها نمیرسید، که شما معشار گذشتگان را دست نیاوردید، یعنی یک اشت گذشته را نداشتید، ما اونا را خاک کردیم، شما الان چی مینازید؟ فرمود به این که آیه 45 سوره مبارکه سبع و کذب الذین من قبلهم، یعنی قبل از مشرکین مکه یه ده متکاسران هم بودن که انبیاشون رو تکذیب کردن، و به اینها بگو پیامبرا، به اینها بگو و ما بلغو معشار ما آتیناهم، شما به عشر و سرمایه ها اونا نرسیدید، خب اونا رو ما از بین بردیم، شما چی میخواد بگید؟ و ما بلغو معشار ما آتیناهم فکذبوا رسولی فکیف کان نکیره، من وقتی که بنا شد بگیرم معلوم شد چی رو میگیرم.
همونطوری که برای کفار منکر و نکیر میفرستم، برای این هم که نکیر فرستادم. فکیف کان نکیره. در سوره مبارکه قصص آیه 78 به بعد جریان قارون را ذکر میکنند. به قارون فرمود وجود مبارک موسی کریم که احسن کما احسن الیک، این سفارش ها را کرد. قارون گوش داد، گفت من با اون هوش اقتصادی هم اینا رو پیدا کردم. این نماوتی تو علا علم اندی. اونگاه خدا هم فرمود فکر جناب قارون، چون در باره قارون دارد که ما این مفاتح حول تنوع بالعصبت اول القوه. حالا یا این مفاتح جمع مفتح هست یا جمع مفتح. اگه جمع مفتح باشد، کلید خزانه های ثروت قارون را یک گروه نیرومندی جا به جا می کرد. اگه مفتح باشه، اگه جمع مفتح باشه یعنی مخزن او، اون که در گنجینه های او بود، باید یک گروه نیرومندی جا به جا می کرد. فرمود اولا یعلم، این قارون نمی دونه که ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوتا و اکثر جمعا. ما سرمایدارتر از قارون را هم خاک کردیم. حالا قارون چی میخواد بگه؟ فلا یسألو عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه فی زینته. اون روز هم مردم دسته بودن در زمان انبیاء گذشته، یه عده توهی مغز بودن که ملاک ارزش را تکاثر میدونستن، یه عده خردمند بودن ملاک ارزش را کوثر میدونستن. هر دو گروه در گذشته بودن. فرمود وقتی قارون با زینتش بیرون آمد و خرج علی قومه فی زینته، قال الذین یریدون الحیات الدنیا سخیفها، گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. عظمت را در این میدونستن. اما وقال الذين اوتوا العلم ويلكم، علمای اون روز، خردمندان اون روز، میگفتن وای بر شما، ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. بعد فخسفنا بهی به بداره الارض. گاه خدا شق القمر میکنه، گاه شق البحر میکنه، گاه شق الارض میکنه، گاه شق الحجر میکنه، گاه شق الشجر میکنه، همه رو شکافته بالاخره دیگه. اونجایی که وجود مبارک موسی کریم دستور داد فرود فضر به عصاک البحر، این شده شق البحر. آبهای رفته رفته نیامده نیامده، سد آبی درست کرده بشد بسد شد جده خاکی. اونجا که پیروان او تشته بودن فرود فضر به عصاک الحجر، این عصا رو بزن به سنگ 12 چشمه ازش میجوشه. اینجا هم که بنا شد قارون رو به کام خاک ببره، فبود ما زمین رو شکافتیم رو به دهن خاک دادیم دیگه. فخسفنا به الارض بهی به داره الارض، همه رو زمین فرو برده. خب اینا رو برای مردم بگو، اینا که تاریخ هست، اینا که روشن است، اینا که اینا شنیدن. فخسفنا بهی به داره الارض فما کان له من فئت ینصرونه من دون الله به ما کان من المنتصری. در سوره مبارکه قافر فرمود اینا به اون علوم مادیشون افتخار میکنن. الان اینا یه علمی دارن که با این علم میتوانن تولیدی داشته باشن، صنایع داشته باشن، بهتر زندگی کنن. همین انبیا آمدن به اینها انسان شناسی یاد بدن. بارها برستون رسید هر کسی یک چیزی رو اختراع کرده به تخریب تعبیر آیون یه دفترچه راهنمایی هم فرستاده. الان این تلویزیون، این یخچال، این رادیو، این اتومبیل، اینا رو که اختراع کردن یه دفترچه راهنمایی ساخته. اون کسی که این رو اختراع کرده یه دفترچه راهنمایی ساخته که این دفترچه راهنما رو بگیر برابر این دفترچه از این تلویزیون و یخچال استفاده کن. اونی که انسان را آفرید، جهان را آفرید، پیوند انسان و جهان را آفرید، این دفترچه راهنما را فرستاده، یعنی قرآن. بگی این دفترچه، با این دفترچه خودتو جهان و پیوندش را برنامه ریزی بکن. مگر نمیخوای با بدنت کار کنی، با جانت کار کنی، با جهان کار کنی، رابطه برقرار کنی؟ این دفترچه راهنماست.
مگه میشه خدا عالم رو خلق بکنه، بشر رو خلق بکنه، رابطه رو خلق بکنه، دفترچه راهنما نفرسته؟ فهمید چرا اون چیزی که شما مختصر بودن ما بهتون دادیم اون علم را به اون افتخار میکنید؟ در سوره مبارکه غافر فرمود به این که افلم یسیرو فر ارض فیندرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم کانو اکثر منهم و اشد قوتن. اونا قدرت هایی داشتن که زمین را زیر رو می کردن، خیلی از قدرت ها اونا بیش از قدرت های فعلی بود. الان خیلی ها که سرمایه دارن بفرد تو دامنه کوه ویلا می سازن، اما سابقا اونقدر بود که کوه و خونه می ساختن. یعنی اونقدر قدرت صنعت قوی بود که این سنگ ها رو می تراشیدن کاخ درست می آوردن، چندین اتاق از همین سنگ های کوه درست می کردن. همود به تنه تو لمدل جبال بیوتن فارهین، نه که دامنه کوه ویلا می سازید، کوه ویلا می سازید. الان که همچه قدرتی نیست، برفرض باشد یه همچه حوصله نیست، همچه سرمایه‌گذاری نیست. فرمود اینا کسانی بودن که کوه‌ها را به صورت کاخ‌های خوب در می آوردن. ما اینا را خاک کردیم. اکثر و اکان و اکثر منهم و اشد قوتن و آثارا فی الارض فما اغنا عنهم ما کان یکسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم. انبیا که آمدن معارف ما را به اینها منتقل کردن که شما مسافری، چند روز اینجا بیشتر نیستی، بعد ابد در پیش داری، مگر انسان مردنی حالشون نمیشد؟ میگفتن که این علم است و ما به همین علم بسنده میکنیم، حسبنا تجربه، حسبنا الحس. همین. فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم، همین علوم مادی، همین علم حسی تجربی، و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. در سوره مبارکه زخرف فرمود به این که منشأ همه این مشکلات ضعف تشخیص مردم، اونها هم از ضعف تشخیص مردم دارن سوء استفاده میکنن. در سوره مبارکه زخرف فرمود به این که وقتی براهین موسی کریم سلام الله علیه در مصر مطرح شد، حرفی که فرعون زد این بود و ناد آیه 51 به بعد سوره زخرف، و نادا فرعونو فی قومهی قال یا قومه الیس لی ملک مصر. همه اینا صغرا کبراست، ملک مصر و سلطنت و قدرت مصر مال من است، هر کس که همچه قدرتی دارد برحق است، پس من برحقم. وگرنه با صرف یه مقدمه که نتیجه حاصل نمیشه که. الیس لی ملک مصر، این یک. و هذه الانهار تجری من تحتی زیر قصر من میگذرد، این دو تا حد وسط است، میشه دو تا برهان. هر کس چنین قدرتی دارد که نهر وسیع مصر از زیر کاخ او میگذرد، او بر حق است، مثلا بر حق. و این را به عنوان هوشیاری و هوشمندی میدانست. افلا تبصرون ام انا خیر من هذا الذي هو مهيل ولا يكاد يبين فلولا القي عليه اسوره من ذهب. این موسی و هارون سلام الله علیهما که آمدن، اونا با یه وضع ساده رفتن. فرعون گفت اینا چرا دستبند طلا نداشتن، چرا گردنبند طلا نداشتن، چرا لباس زرین نداشتن؟ اسوره من ذهب، اگر سنخ معنوی است خب یه فرشته هایی با دونه همراهشون باشه، فرشته هم که نیامده. او جاء معه الملائکتو مقتردین فستخف قومهو. معلوم میشه در فرهنگ قرآن کسی که نظام ارزشی او تکاثر است و نکوسر سخیف العقل است. سخیف العقل هم میدونید که ما عابد به رحمان وکتوسه به الجنان را ندارد دیگر، قهرن به فرعونا باج میده. فستخف قومه فأتاوه. یک ملت سبک مغز قرب است که به طغیان باد میدهد.
فأتاوهو انهم کان قوما فاسقین فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین. همه اینا ریختی تو دریا. خب پس این اولا ملاک کمال نیست، ولی این کمال در پایان راه معلوم میشه نه در آغاز راه. ثانیا اینا رو ما از اینا به بدترین وضع گرفتیم. این چه برهانی است که نه بگم منشأ این پذیرشم سخافت و توهی مغزی پیروان فرعون بود. در بخشای دیگر هم به صورت قیاس استثنایی فرمود به این که اگر این خیر بود اینا ما پیشرفت میکردیم، اونا پیشرفت نمیکردن. آیه 11 سوره مبارکه احقاف این است: و قال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیه. اینا دو تا استدلال داشتن. مستحضری تو منطق اگر کسی بخواهد حرف رقیب را رد کند سه تا راه دارد: یا برهان است که بلکه معارضه است، یا نقض است، یا من. این کار منطقی است. اگر کسی دلیل اقامه کرده برای مطلبی، این رقیب یا در عرض دلیل او دلیل اقامه کند، این بشکل معارضه، یا در عرض دلیل او دلیل اقامه نمی کند، صغرای او یا کبرای او یکی از مقدماتش رو مورد نقد قرار می دهد و نه نقض، این رو میگن من، این میگن صغرا ممنوع است، کبرا ممنوع است. راجبه این سه کاری به صغرا یا کبرا ندارد، دلیلی هم جداگانه اقامه نمی کند، نقض می کند نه نقد. می گوید اگر این قیاس شما حق باشد و نتیجه صحیح بدهد، ما همین قیاس را در جای دیگر اجرا میکنیم و نتیجه نمیدهد. مثلا میشه قیاس عقیمه، اینو میگن نقض. راههای منطقی همین ستاست: یا نقض است، یا منع است، یا معارضه. این مشرکین از راه معارضه گاهی، از راه نقض گاهی، از راه نقض گاهی با مسلمان حرف می زدن. الان آمدن یه دلیل دیگری اقامه کردن و این رو نقض دونستن. گفتن به این که اون که خیر سرمایه و ثروت حق است و خیر، هر که خیر با اوست حق با اوست، پس سرمایه با ماست، خیر با ماست، حق با ماست. این راه های دیگه شد. برای ابطال روش مسلمونا گفتن به این که اگر روش مسلمونها خیر بود ما جلوتر بودیم، برای این که ما بهتر از ایناییم، ما از اینا بهتر میفهمیم، ما متمدنتریم، ما شایسته تریم، ما لایق تریم. اگر این دینی که مسلمین دارن خیر بود ما زودتر قبول میکردیم، چون ما قبول نکردیم معلومه خیر نیست، برای اینکه ما فهممون بیشتر از ایناست. لو کان خیرن، آیه 11 سوره مبارکه زخرف: و قال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان این اسلام خیرن ما سبقو مسلمون ها ما را به پذیرش اسلام، ما سبقونا الیه. ولی قرآن فرماد که به از لم یهتدو بهی فسیقولون هادا افکن قدیم، چون خودشون به راه نیستند و عاقل نیستند میگن این فریاد چیزی از طرف خدا نیامده مانندون، چون مشرکین خدا را قبول داشتن به عنوان خالق، خدا را قبول داشتن به عنوان رب الارباب و مدیر کل، منتها خدا را به عنوان ارباب جزئی، رب جزئی نمیپذیرفتن. میگفتن که این قدیسین بشر یا فرشته ها یا ستاره ها و مانند آن، اینها ارباب ما هستند، ارباب متفرقه قال بودند و این تندیس ها به اصطلاح مجسم ها، این تمثال ها رو تکریم می کردند برای اینکه تکریم اون ارباب متفرقه باشد. کم کم خود اینها قداست پیدا کردند. خب فرمود لو کان خیرن ما سبقونا الیه و از لم یهتدو بهی فسیقولون هازا افکن قدیم.
در سوره بارکه فجر فرمود به این که والفجر و لیال عشر و شفع و البدر و لیل ادایت هل فی ذلک قسم لذی هجر. ما به چیزهای قسم خوردیم که کسی که ذی هجر است او میفهمد با چیزهای مهم قسم خوردیم. عقل را میگن هجر برای اینکه تهجیر میکنن. شما میرید در بیابان وقتی که کسی بخواد یه مرزی برای ملک خودش قائل بشه تهجیر میکنه که حق و تهجیر قائله. اینجایی که او تهجیر کرده، پرچین کرده، هجر سنگ چینی کرده، کسی حق نداره بیاد. عقل را میگن هجر یعنی ورود ممنوع، مهجور باهای جیمی یعنی ممنوع، برخلاف مهجور باهای حوض یعنی هجرت. مهجور یعنی ممنوع یعنی ورود ممنوع. عقل یه ورود ممنوع داره، اینجا جای بیگانه نیست. وهم و خیال اینجا راه نداره، شهوت و غضب اینجا راه نداره، بغالته اینجا راه نداره. اینجا جای حقه، اینجا جاییست که عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل رو میگن نها، زی نها، چون آدم رو نهی از منکر میکنه. عقل رو میگن لبید، عقل رو میگن لبید چون لب و مغزه. عقل رو میگن هجر و عقل رو میگن زی هجر برای اینکه ورود ممنوع داره. این بیان نورانی است. امیر بارها بر رسول رسید که وجود بار که است امیر سلام الله علیه به کمیل فرمود کمیل اخوک دین و که فهدت دینک. تو یه برادر داری؟ نه دین تو برادر توست. این خبر مقدم مفید حسره. نه دین و که اخوک، فرمود اخوک دین و که تو یه برادر داری اونم دینیته. اخوک دین و که این کلمه هست و انما و الا و اینا توش نیست، ولی تقدیم خبر بر مبتدا و بید اثره. همون تو یه برادر داری بودم دینیته، اخوکه دینوکه. حالا که اینه فهتت لدینک با فای تفریح، همون احتیاط بکن. احتیاط بکن یعنی حائط بکش. حائط بکش یعنی دیوار بکش. آدای محتاط، آدای محتاط به کی میگن؟ به کسی میگن که یه سرمایه که داره دورش دیوار میکشه دیگه. اگه زحمت کشیده، باقی درست کرده، میوه آورده، دیگه رها نمیکنه که. دور این با درختارا حائط که یهود تو به این بستان، محیط به این بستان از حائط است و احاطه میکنه، دورش دیوار میکشه. اما دور دینت دیوار بکش که هر کسی نیاد برخلاف چیزی ازت نخواد. اینو میگن هجر. فرمود اگر کسی زی هجر باشه میفهمد ما به چی قسم خوردیم که سحر رو دریابید، شب زنده داری رو دریابید و بانندان. بعد از این قسم ها فرمود ارم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العباد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. این رو در زمان وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود. فرمود تا کنون مثل اونا خر نشد دیگر. خب بالاخره کسی اونقدر قدرت داشته باشه که از کوه کاخ بسازه. الان هم که میتونم راز فرنگیشون و بعض از کوههای ایران هست. اونم چجور به اون قله کوه رفتن؟ با چه وسیله رفتن؟ با چه وسیله اون وسایل ابزار رو بردن؟ کاخی از کوه درست کردن؟ الان ویرانه‌اش هم هست. اما تا کنون مثل اینها نیامده. ما اینا رو خاک کردیم. این چهار تا شتردار عرب چی میگن؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد و ثمود الذی جاب و صخر بالواد و فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فی البساط فاستب علیهم ربک صوت عذاب. اما این مربوط به گذشته نیست. یه اصل کلی داریم. چیه؟ ان ربک لا بالمرصاد. خدا همیشه در کمینه. خب اگر خدا همیشه در کمینه پس به اینها بگو اولا اینها معیار ارزش نیست. معیار ارزش بر باقیات و صالحات و خیرون اندرد بکه ثوابن و خیرون مرد دا. بر فرض هم اینا منشأ قدرت باشه در برابر خواست الهی هیچه، برای اینکه قوی تر از شما بودن ما همه اینا از بین بردیم. لذا فرمود به این که به اینها بگو هیچ کدام از اینها برهان نیست. و اذا تسلا علیهم آیاتنا بیناتن قال الذین کفروا
للذین آمنو ایل فریقین خیرون، کدوم یکی از یعنی ما خیرین دیگه، مقامن و احسن لیا ندیا فبود جد جواب و کم اهلکنا قبلهم من قرنین. این رو چون مهم بود این رو این جواب رو اول زش فرمود، هم احسن و اساسن و رعیا. بعد اون که قسمت مهم بعدیست اینه که والباقیات 76 بعدیست، والباقیات و صالحات و خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا. افرأیت الذی کفر بآیاتنا و قال لأوتین مالا و ولدا، که بحث فرداست. والحمد لله رب العالمین.